یه جمله بگو که زندگیم تغییر کنه. حالا درست زیاد توضیح دادی اگه، ولی خلاصه بگو، من خیلی بخت ندارم، یعنی نمیتونم همه اینا رو انجام بدم. یه جمله بگو اونو انجام بدم. یه جمله بگو زندگیم تغییر کنه توی بیزنس. فوت کوزیگری رو میدونم شما دارین و به کسی نمیگیم، اینو من میدونم. بگو این چیه خودمونی. بیا هر وقت شما گفتی من به بقیه میگم. من دیگه به تو گفتم دیگه. بله. من به تو گفتم. ما صحبت کردیم میدونیم. به بچه ها بگو که فوت کوزه‌گری چیه. نه یه جمله بگو که زندگیم تغییر کنه. آقا آخرین دریافتمو بگم. آخرین دریافتم توی این هفته گذشته بود و یه قانون شد واسه من تو زندگیم. به خودم میگم اینو. میگم رضا تا میتونی مال مردم اضافه کن، از درداشون کم کن. یعنی و این پاداشش فکر میکنم دیگه اصلا نشه این پاداش رو شمرد. حتی تو کوه، خب جایی که خسته میشدم کولمو معمولا میدادم به این و اون، اما موقعی که این قانون رو گذاشتم حتی آشغالامو، مثلا یکی میگه آقا بده خستگی رو، از کوه خوردم زمین زانومالوم زخم شد و اینا، بعد هی میگفتن بچه کولتو بده ما بیاریم، میگفتم بذار بار مردم دردشون کم کن، به مالشون اضافه کن. بعد خیلی لذت بخشه اینکه نه تنها باری رو دوش دیگران نباشی، از رو دوشون برداری دیگه. این آخرین قانونم بود، تا حالا به کس نگفته بودم. عالی، پرفکت. دوستان اینو ویدیو رو میتونیم بعدا نگاه کنین، خب ولی میخوام این قانون یه بار دیگه تکرار کنین، چون کتاب نیست که همینجوری برگردی دوباره بخونی. دوست دارم که شده یه بار دیگه خودت اینو تکرار کنی، چون فوق العاده بود. اگه میخوای سعادتمند باشی تا میتونی از درد مردم کم کن، به مالشون اضافه کن. عالی، مرسی. سلامت باشی.